در واقع سیستم اچ هم متصله، اینم وصلش میکنه. علاوه بر این سی پی 1613 من باید اینجا یه وین سی سی اپلیکیشن هم معرفی کنم. میام قسمت اچ ام آی و وین سی سی اپلیکیشن گزینه دومو قرار میدم در اسلات بعدی. اینجا سیو و کامپایل میکنم. این سیو و کامپایل کردن یه مقداری طول میکشه، چون میره یه پروژه رو توی وین سی سی جنریت میکنه، یه او اس اصطلاحاً اپراتور استیشن میسازه که ما بعد اینو لینکش میکنیم به سیستم اچ. ممکنه یکی دو دقیقه این طول بکشه تا کامل بشه. خب الان کار سیو و کامپایل تموم شد. من اگر این محیط رو ببندم و بیام در خود محیط سیماتیک منیجر، میبینم که سیماتیک پی سی استیشن ساخته شده، وین سی اپلیکیشن و زیرش یه دونه او اس که این یعنی اپراتور استیشنی که توی وین سی سی جنریت شده. اما کار اینجا تموم نشد. مهمترین قسمت شاید همین قسمت باشه که ما بعد یه اتصالی ایجاد کنیم بین این سی پی 1613 و در واقع سیستم ریداندنت، و این کار در برنامه نت پرو انجام میشه. کانفیگ نتورک اینو اجرا میکنیم. در این محیط نت پرو کامپیوتر ما و در واقع اچ استیشنمون اینا باید به یک شبکه متصل باشه. اینجا میبینیم یه خط اینترنت سبز رنگ و اینم که اتصالات همه به این شبکه برقراره. اگر روی وین سی اپلیکیشن در سمت پی سی استیشن کلیک بکنیم، یه جدول اینجا ظاهر میشه. این جدول بهش میگن جدول اتصالات. ما میتونیم یه کانکشن جدید ایجاد کنیم، insert new connection. اتوماتیک خودش پارتنرش رو میده سیستم ریداندانت اچ و نوعش رو میده 7 connection fault tolerant و این نباید عوض بشه، همین باید باشه. اوکی. تنظیمات اینجا نیاز به تغییر نداره، فقط یه گزارشه که یه اتصال ایجاد میکنه. همینطوری که مشاهده میکنید، یکی از سی پی 1613 که مکش اینه با کارت اترنت اول که اینجا مشاهده بکنید، مک کارت اولی اینجا هست E8 و یه اتصال دیگه با چی؟ با مک کارت دوم FA که مربوط به سیستم رک 1. اوکی. سیو و کامپایل تا پیغام نو ایرور رو ببینیم. اینجا ما باید دانلود کنیم، به سیستم اچ باید اینو دانلود کنیم. نو ایرور رو داریم. ارتباطمون از نظر فیزیکی، این کابل اینترنتی که از کامپیوتر اومده به جای پورت لن وصل کردیم به سی پی 1613، بنابراین برای اینکه بتونیم دانلود کنیم تنظیم ست پی جی پی سی هم باید بذاریم روی سی پی 1613. از همین محیط منوی آپشن ست پی جی پی سی سی پی 1613 آیزو که مربوط به مک هست رو انتخاب میکنم. اوکی. بعد عمل دانلود یس رک 1 و میبینید که دانلود داره انجام میشه. دانلود انجام شد. یه کاری باقی مونده که این کار در واقع معرفی این تنظیمات به کارت سی پی 1613 هست. برای این کار از یه ابزاری استفاده میشه به اسم استیشن کانفیگوریتور یا استیشن کانفیگوریشن ادیتور. این آیکونش در نوار ابزار ویندوز این پایین قرار داره، روش دابل کلیک میکنیم. اینجا ما باید ایمپورت کنیم، یه فایلی هست به اسم XDB که تو پروژه ما ساخته میشه، اینو ایمپورتش میکنیم. اما قبلش باید این استیشن نیم اینجا با اون استیشن نیمی که توی محیط استپ 7 تعریف کردیم یکی باشه، که اینجا الان هر دو سیماتیک پی سی استیشن یک هست. خب ایمپورت رو میزنیم، اما از کدوم مسیر اینو ایمپورت کنیم؟ میایم تو خود استپ 7، مسیر ما اینه ای پروگرام فایل زیمنس استپ 7 7 پروژکت و اسم پروژمونه. من این مسیر رو میارم در این قسمت. ببینید ایمپورت استیشن اس درایو
ای ببینید پروگرام فایل زیمنس استپ 7 S7 پروژه تا اینجا رو میایم. اسم پروژه ما هست NIOC اینجا شماره 1. اینو باز میکنیم، فولدر اینجا هست به اسم XDB بازش میکنیم و این فایل رو اوپن میکنیم. الان دقیقا همون تنظیمات که توی هاردویر کانفیگ انجام دادیم اینجا میاد اوکی و تو این پنجره میشینه. وقتی تو این پنجره اومد باید هر دوتا همینجوری که اینجا مشاهده میشه تیک خورده باشه به صورت سبز رنگ، یعنی رانه، و یه علامت کانکشن هم اینجا کنارش وجود داشته باشه. این یعنی کار ما با موفقیت انجام شد. الان دیگه ما میتونیم مانیتورینگ رو از طریق نیم کانکشن تو وینسی انجام بدیم به راحتی و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. بهتره که وینسیسی رو میخواییم اجرا کنیم از خود محیط استپ 7 بریم، راحت تریم، چون اونجا او اس رو داریمش. خب من توی مرحله او اس رو از داخل خود استپ 7 سیماتیک منیجر کامپایل میکنم. این کامپایل منجر به این میشه که خودش یه نیم کانکشن در داخل این پروژه بساز. ببینید اینجا استپ کانکشن 1 نوع اتصالشه و نیم کانکشن. این البته چون نرم افزار PC 7 هست این امکاناتو داره. شما اگر به صورت مستقل بخواید کار بکنید یه سری نرم افزار آپشنال همراه با WinCC باید نصب کرده باشید تا این کار انجام بشه. خب الان این چیزی که تا اینجایی که اومدیم جلو، چیزی که ساخته میشه پروژه OSC هست یا WinCC هست که میریم داخلش میبینیم یه اتصال در واقع درایور S7 گذاشته، S7 پروتکل، و زیرش هم یه نیم کانکشن، یه کانکشن ساخته. ما هر تگی رو زیر این نیم کانکشن قرار بدیم در هر حالتی که سیستم اچ قرار بگیره آپدیت میشه و این کار رو الان انجام میدیم بعد از اینکه این کامپایل تموم شد. بسیار خوب، کامپایل تموم شد، ما OS رو باز میکنیم. پروژه OS در قسمت تگ منیجمنتش استن پروتکل ساخته شده. اینجا یه قسمتی میبینیم به اسم نیم کانکشن، یه کانکشن ساخته که اسم اسم پروگرام داره، از خود پروژه آورده. یه دو تا تگ به اصطلاح داخلی هم داره، اما ما اینجا تگ خودمون رو باید معرفی کنیم. تگ ما چیه؟ نیو تگ لول بود دیگه، لول نوع فلوتینگ پوینت که متصل باشه به مموری دابل 100. این اوکی. اوکی میایم در داخل گرافیک و یه پیکچر جدید ایجاد میکنیم، یه دونه بار داخلش قرار میدیم که مثل قبل تست بکنیم حالتهای مختلف چه وضعیتی خواهد داشت. خب این از اسمارت آبجکت بار، باز به همون تگ لول متصلش میکنیم، آپدیتش هم کم میکنیم، بین 0 تا 140 قرارش میدیم. اوکی، سیو به هر اسم دلخواهی و اکتیوش میکنیم. چون این پروژه در واقع نرم افزار ما PC 7 بوده، یه آبجکت های دیگری هم اینجا ساخته شده، اونا رو فعال میکنه، مثل آلارم لاگین، تگ لاگین، که
حالا اهمیتی نداره، ما با اونا کاری نداریم، ما فقط میخواییم وضعیت توی همین پیکچر خودمون بریم. الان سیستم از طریق نیم کانکشن فعاله، من لول مخزن رو تغییر میدم اینجا ببینید و در ضمن مود سیستم ریداندانت هست. شما لطفاً اینجا این مود سیستم رو نشون بدین که ریداندانت تو من حالتهای مختلف رو چک میکنم. این لول داره کم میشه، لول داره افزایش پیدا میکنه. حالا ما شرط مختلف رو الان چک میکنیم. من لول رو همینجا نگه میدارم، یکی از این دوتا سی پی یو رو استاپ میدم. الان این مستره دیگه، مستر رو استاپ میدم. مشاهده میکنید مانیتورینگ برقراره. من دو مرتبه لول رو باز میکنم، ببینید لول داره میره بالا. خب الان مستری که اونوری شده اونو میخوام استاپ بدم، این استنبایی رو ران میکنم بیاد بالا، اون یکی رو استاپ میدم. باز مشاهده میکنید مانیتورینگ برقراره، باز لول رو میبرم بالا. پس هر حالتی برای سیستم اچ اتفاق بیفته شما مانیتورینگ رو دارین، مگر اینکه جفت سی پی او ها به دلیلی استاپ بشه، که من الان هر دو سی پی او رو استاپ میکنم. ببینید الان هر دو استاپن و مانیتورینگ از دست رفت، ولی اگر یکی از اینا ران باشه کار خواهد کرد. نکته آخری که اینجا باید بگم اینه که در نیم کانکشن کلیدی که روی کارت اترنت هست و اینجا من دارم نشون میدم، این نباید استاپ باشه، باید حتما ران باشه. تو استفاده از مک آدرس و آی پی آدرس این خیلی اهمیت نداره، ولی اگر اینم استاپ بدید مانیتورینگ شما از کار میفته که الان مشاهده کردین. این نحوه مانیتورینگ در سیستم 400 اچ بود. بعضیا به خاطر اطمینان بالاتر دو تا کارت سی پی 1613 میذارن روی کامپیوتر، به خصوص روی سرورها. اونم کانفیگش مشابه اینه. کلیات به همین صورت بود که خدمتتون گفتم. خیلی ممنون. متشکرم.